تصاویر اعتراضات اخیر در ایران آماده است که از شما دعوت میکنم ببینید.
یواش یواش پرزیدنت دونالد ترامپ در جدیدترین توییت حمایتی خود از اعتراضات مردمی در ایران به شهروندان داخل کشور وعده داد که مردم ایران در وقت مناسب حمایت بزرگی از سوی ایالات متحده دریافت خواهند کرد. او در اولین نوشتار روز چهارشنبه خود بر روی این شبکه اجتماعی افزود که برای مردم ایران که خواستار بازپسگیری حاکمیت خود از مقامات فاسد هستند احترام زیادی قائل است. فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا طی یک هفته‌ای که از اعتراضات مردم در سراسر ایران می‌گذرد تاکنون 8 توییت با مضمون حمایت از مردم ایران منتشر کرده است. مقامات ایالات متحده اهم از مسئولین در قوه مجریه و قانونگذاران در قوه مقننه از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با اعلام همبستگی با تظاهرات مردمی در ایران که در حال پشت سر گذاشتن اولین هفته خود است به مقامات تهران هشدار دادند که سرکوب خواسته های به حق مردم با واکنش های سختی از سوی واشنگتن و جهان مواجه خواهد شد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری پیکان حملات خود را به سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدفگیری کرد. گزارش ببینیم از فرهاد پولادی. آقای پنس در این توییت که شب گذشته منتشر کرد از همه مردم جهان خواست که در کنار مردم ایران علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گیرند، زیرا به گفته او این نهاد نظامی علاوه بر اعمال محدودیت بر آزادی‌ها در ایران پول مردم ایران را به یغما برده تا با آن از تروریست در خارج از ایران حمایت مالی کند. در چارچوب حمایت مقامات کاخ سفید از اعتراضات مردمی در ایران، هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی پرزیدنت دونالد ترامپ به گریتا ون ساستر از همکاران مدعو صدای آمریکا گفت که مردم ایران از حکومتی که اولویتش صدور تروریسم است خسته شدند. این امر بسیار مهم است که رژیم ایران از دسترسی به منابعی که برای کمپین‌های کشدار از آن بهره می‌برد محروم شود. بنابراین در کنار اقدامات دیپلماتیک، اعمال تحریم وسیله دیگری است. ما شاهد ابراز نارضایتی مردم ایران از اصل رژیم هستیم، زیرا که برخورد بدی نه تنها با مردم ایران بلکه با جهانیان دارد. در همین زمینه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که واشنگتن بنا دارد که وضعیت اعتراضات مردم ایران را در دو نهاد ملل متحد در نیویورک و ژنو پیگیری کند. If the Iranian dictatorship's history is any guide. اگر تاریخچه دیکتاتوری در ایران را مرور کرده باشیم میتونیم منتظر برخوردهای خشنتر در روزهای آتی با مردم باشیم. وقت آن رسیده که سازمان ملل واکنش نشون بده. در روزهای آتی آمریکا درخواست تشکیل جلسات اضطراری در شورای امنیت ملل متحد در نیویورک و حقوق بشر در ژنو را می‌دهد. ما نباید ساکت بنشینیم. مردم ایران فریاد آزادی برآوردند. همه دوستداران آزادی باید در کنار آنها بایستند. سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز در اعلام مواضع نهادهای مطبوعشان مشترکاً اعلام کردند که دولت پرزیدنت ترامپ از اعتراضات مردم ایران حمایت می‌کند. در این وی، هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه، به مانند خانم هیلی، اعمال محدودیت بیشتر بر مقامات تهران در قالب تحریم را رد نکرد. ایالات متحده از مردم ایران حمایت می کند و از رژیم می خواهد که به حقوق پایه شهروندانش که همان اعتراضات مسالمت‌آمیز است و ابراز عقیده برای تغییر است احترام بگذارد. آمریکا منظر روزی است که ایرانیان جایگاه خود در کنار مردم آزاد جهان باز یابد. همان گونه که پرزیدنت ترامپ در ماه اکتبر گفته بود آمریکا در کنار قربانیان رنج دیده آن کشور یعنی مردم ایران قرار دارد. شهروندان ایران تاکنون هزینه‌های سنگینی مانند
آینده افرادگرایی و خشونت را توسط مقاماتشان بر آنها تحمیل شده پرداخت کردند. ما اعمال آن را نیز در دست بررسی داریم. ما بر اساس آنچه از نزدیک مراقب آن هستیم و مد نظر داریم، به ویژه هر گونه نقض حقوق بشر معترضین که مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند اقدام می‌کنیم. مقامات کنگره به رغم اینکه آغاز اعتراضات مردمی در ایران در زمان تعطیلی این نهاد قانونگذار در آمریکا بود، اما با صدور بیانیه‌های از تجمعات مردمی حمایت کرد. فرهاد پولادی، صدا آمریکا. تعدادی از نمایندگان مردم آمریکا در مجالس سنا و نمایندگان اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات با اعلام همبستگی از اعتراضات مردمی در ایران که اولین هفته خود را پشت سر می‌گذارد، از دولت خواستند که به روند حمایتی خود از مردم ایران ادامه دهد. نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، در توییتی از مقامات ایران خواست که به درخواست‌های به حق مردم که خواستار بهبود معیشتشان هستند گوش فرا دهد. مایکل مک‌کال، رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه، با انتشار بیانیه‌ای نوشت که مردم ایران از حاکمان خود که پولشان را برای تشکیل هلال شیعی هزینه می‌کنند خسته شدند. او افزود که ایالات متحده در کنار خواسته مردم ایران که دیگر خواهان رژیم فاسد حامی تروریست و ارتجاعی نیستند ایستاده است. سناتور بن کاردن دموکرات، عضو ارشد کمیسیون روابط خارجی سنا، با صدور بیانیه علاوه بر اعلام حمایت همه جانبه از اعتراضات مردمی در ایران، ابتدا از دولت ایران خواست که با این اعتراضات با خشونت و سرکوب پاسخ ندهد و همچنین از دولت پرزیدنت ترامپ خواست که به عنوان مثال با برداشتن محدودیت سفر ایرانیان به آمریکا که توسط دولت کنونی اعمال شده، پیام عملی حمایت به مردم ایران ارائه کند. ادرویس جمهوری‌خواه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، نوشت شجاعت ملت ایران در مطالبه آزادی و فرصت‌ها و در مخالفت با دولتی که به جای بهبود زندگی آنها تروریسم جهانی را تامین مالی می‌کند الهام بخش است. باب منندس، سناتور دموکرات، نیز در توییتی نوشت که اعتراضات مردمی حق شهروندان ایران است و آمریکا از آنها حمایت می‌کند. تظاهرات سازمان یافته به طرفداری دولت در حالی برگزار می شود که شب گذشته تلویزیون دولتی ایران خبر از حمله به ساختمان فرمانداری لنجان در اصفهان داد و گفت مهاجمان آن ساختمان را به گلوله بستند ولی به کسی در ساختمان آسیب نرسیده است. بر اساس همین گزارش در گوهردشت کرج نیز زد و خوردهایی میان تظاهر کنندگان و ماموران دولتی صورت گرفته است. تا به حال حداقل 21 نفر در درگیری تظاهر کنندگان ضد دولتی با ماموران انتظامی کشته شدند و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد آن سازمان انتظار دارد تا مقام‌های حکومتی در ایران به حق تجمع و بیان مسالمت‌آمیز احترام بگذارند. باز هم برای بررسی بیشتر اعتراضات مردم در ایران، همکارم هوشمند میرفخرایی اینجا در استودیوست. خوش آمدید آقای میرفخرایی. من خاطرم هست که جمهوری اسلامی با هیاهوی تبلیغاتی خیلی شدیدی پایان داعش رو جشن گرفت و حالا امروز آقای محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در مصاحبه با تسنیم گفته که عواملی از داعش وارد ایران شدن. این قضیه چی هست اصلا؟ آقای جعفری در واقع دارن دنباله حرف آقای خامنه ای رو که روز سه‌شنبه گفته و بعد هم حرف آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو که اینا همه از یه الگو پیروی میکنن رو داره دنبال میکنه. الگو هم این است که اعتراضاتی که در ایران انجام شده عواملش و محرکاش در خارج از کشور هستن. آقای جعفری هم امروز عیناً گفته آمریکا، اسرائیل و به خصوص عربستان سعودی طلایه‌داران یا به قول معروف پیشاهنگان شبه نظامیان دارایش رو وارد ایران کردن و حتی ادعا کرده که اونها رو دستگیر هم کردن. در همین سخنانش ایشون گفته که در سه استان، یعنی در اصفهان، لرستان و همدان، هم عوامل سپاه به صورت محدود وارد شدن. اینا تنها چیزیست که مطلبیست که ایشون گفته. یه مورد دیگه هم که در حرفای ایشون بود، منهای اون واژه سازی و منهای مخدوش کردن تظاهرات مردمی، این بود که
ایشون بدون نام بردن از احمدی نژاد به انتقادهای ایشون از قوه قضاییه ایران اشاره کرده و گفته اینها صرفاً برای افزایش بی‌اعتمادی مردم بوده. در 24 ساعت گذشته بسیاری از مطبوعات آمریکایی به تحولات جاری در ایران پرداختند. توجه شما را جلب می‌کنم به تعدادی از آنها که گیتا آریان جمع‌آوری کرده است. توجه نشریه اینترنتی فری بیکن در رابطه با تحولات ایران بر واکنش دولت آمریکاست. نویسنده مقاله از گفته‌های مقام‌های آمریکا به این نتیجه رسیده که دولت ترامپ یک انقلاب نوپا در ایران را ترغیب می‌کند. مقاله از یک مقام ارشد دولت نقل قول می‌کند که در صورتی که انقلابی در راه باشد، پرزیدنت ترامپ نمی‌خواهد فرصت حمایت از آن و سقوط حکومت را از دست بدهد. مقاله عمدتاً مقایسه ایست میان واکنش دولت باراک اوباما به تظاهرات سال 2009 و جدیت دولت کنونی و از مقام ارشد دیگری نیز نقل می‌کند که گفته است پرزیدنت ترامپ و معاون او مایک پنس به معترضان آزادی خواه پشت نخواهند کرد، خصوصاً آقای پنس که در آن زمان نماینده مجلس بود و با سیاست عدم دخالت رئیس جمهوری سابق باراک اوباما مخالف بود. روزنامه USA Today از کلیان کانوی از مشاوران ارشد پرزیدنت ترامپ نقل کرده است که یکی از اقداماتی که خود رئیس جمهوری در دست بررسی دارد تحریم کردن آنهایی است که تظاهرات مردمی را سرکوب کردند. روزنامه LA Times هم میگوید این بار معترضان از قشر دیگری هستند، جوان و از طبقه کارگر. در مقاله از تحلیلگران نقل شده که شعارهای معترضین در یک هفته گذشته فراتر از مطالبات گروه سبز بوده است. مردم دیگر کلافگی خود را با رژیم اسلامی بیان می کنند، زیرا که وضعیت اقتصادی از سال 2009 تا کنون علی‌رغم توافق هسته‌ای برای این قشر بدتر شده است. آرش خیلی خوش آمدی. باز می‌خوایم بررسی بکنیم این در واقع تجمعات اعتراضی مردم رو با توجه به محدود شدن اینترنت. پرزیدنت ترامپ هم که گفته بود که خواستار آزادی اینترنت در ایران شده بود و امروز هم البته ظاهرا در توییتی گفته که در اسرع وقت ما خبرهای خوبی برای مردم ایران داریم. یکی از نگرانی‌های اصلی مردم الان در حال حاضر نداشتن اینترنت هست. اگر همه ما این تلگرام داریم می‌بینیم، اعضای خانواده دوستانمون کاملا مشهوده که خیلیشون آنلاین نیستن، یا اگر اونایی هم که آنلاین هستن به سختی از طریق فیلتر شکن و با مصیبت و خیلی سختی این کار رو انجام میدن. واقعیت اینه که الان یکی از نگرانی‌های اصلی مردم در ایران همین اینترنته، به چند دلیل متفاوت. به خاطر اینکه از یه طرف خیلی از آدما الان مدت‌ها بود در ایران از طریق همین اینستاگرام، از طریق همین تلگرام داشتن زندگی خودشون رو می‌چرخوندن، کالا می‌فروختن، معامله می‌کردن و کارهای روزمره‌شون انجام می‌دادن. گفته میشه چند ده میلیارد تومان اینا ضرر دیدن در همین 3-4 روزی که تلگرام فیلتر شده. غیر از این مسئله خود زیرساخت‌های دولته. برخی معتقد هستن که شاید دولت نتونه در دراز مدت این کار رو، این فیلترینگ رو انجام بده، به خاطر اینکه شما الان بخواید خیلی از امور اداری رو انجام بدید، کاراتون از گمرک بخواید ترخیص کنید، خیلی بخش‌های مختلف باید از طریق تلگرام با اون نهاد دولتی یا در واقع اداره در ارتباط باشید. الان اونها همه متوقف شده به خاطر فیلترینگ. و غیر از این نگرانی این هست که بالاخره معترضان میگن شما از یه طرف به ما میگید آزادی اعتراض، ولی همین که ما بتونیم توی اینترنت بیان دیدگاهمون رو بکنیم به ما اجازه نمیدین. اینها نگرانیایی است که در فضای مجازی ایران خیلی پررنگ دیده میشه. درسته. حالا این کاهش تجمعات روزهای یکی دو روز اخیر به خاطر اینکه خود مردم نخواستن برن؟ واقعیت اینه که پیروز که تجمعات تقریبا به اندازه یک روز نه دی بود و خیلی زیاد بود، اما دیروز تعداد تجمعات شده بود 12-13 تا شهر بود. نه، واقعیت اینه که به نظر میرسه که بیشتر از اینکه مردم نخوان، مشکل فشار حکومت هست. حدود یک ساعت پیش نشون دادم به شما فیلمی رو آماده کردیم از تهران، یکی از شما بینندگان ما که در تهران به ما گزارش داده. ببینید در مورد فضای امنیتی سه‌شنبه شب تهران فضا چطور بوده. خب این اطراف میدان انقلاب در تهران بود سه‌شنبه شب، اما غیر از تهران تو شهرهای دیگه هم بود. برخی از شهرها گزارش کردن بیش از 1000 مأمور ضد شورش، گشت، پلیس، بسیج، سپاه حضور داشتن. مثلا بریم ببینیم تو اصفهان چه خبر بوده. گشت، بسیج، ضد شورش جمهوری اسلامی،
برای جلوگیری از اعتراضات مردم میدون انقلاب اصفهان همشون گشته و سیزا زده شورش هست. همین امروز آقای ظریف نوشته که در ایران مردم حق رأی و اعتراض دارن. حق اعتراض با این همه مأمور چطور؟ شاید هم تو خونه هاشون باید بشینن اعتراض کنن. حالا از تجمعات امروز چه خبر؟ در واقع خیلی معترض هستن به این تجمع دولتی که امروز در برخی از شهرها برگزار شده. خیلی دارن فراخوان میدن، میگن اگر شما حق دارید به عنوان حکومت بیاید راهپیمایی کنید، تجمع کنید، بس ما هم حق داریم بیایم تو خیابون و شعار خودمون رو بدیم. بسیار سپاسگزارم. آرش سیگارچی اینجا در استودیو.